تعلم بقى فهمزه بشي بيبكم جاي كاري من مدينة وبعد بايسا سلام ميكو يستم ورا مالتون كود بشه و هیچ بیکن رو جایی داریم مورش پس خرگزو هست اومدیم با یه آموزش فیل استودیو دیگه خیلی وقت بود نذاشته بودم پلیلیستیه که کمتر ویو میگیره برای همین کمتر میذارم این دفعه به امید خدا میخوایم پلیلیست رو تموم کنیم میدونم تموم نمیشه تو این قسمت داره پلیلیست خیلی زیاده من پساش ولی سعی خودمونو میکنم سریعتر بریم تو آموزش ولی قبلش لایک و سابسکرایب و زنگوله بغلش هم یادتون نده همین اول ویدیو دارم توپوغام داد تازه داره شروع میشه بریم تو ویدیو خب اینم پلیلیست نمیدید رنگش این شکلیه من داشتم تست میکردم قبلش میخواستم مثلا چیزایی که بگم و نگم این رنگش این شکلی شد نتونستم رنگ دیفالتش رو پیدا کنم توی ویدیو قبلی یعنی دوتا ویدیو قبلی که لینکش با این بالا میاد حتما برید نگاه کنید لینک دوتا ویدیو قبلی همین پلیلیست یعنی آموزش پلیلیست نه پلیلیست خود یوتیوب آموزش این پلیلیست توی دیسکریپشن هست اگه ندیدید حتما برید اول اونو ببینید بعدا بیاید اینجا توی اون دوتا ویدیو اومدیم این ابزارا رو گفتیم البته اون ابزارا رو تو پیانو رول هم بودش فقط یه مروری روش داشتیم و چیزایی که اضافه شده بود کلا اینجاها رو گفتیم پلیلیست رو اصلا براتون توضیح دادم که اصلا چی کار میکنیم توش و اینا دو تا قسمت ادیت و تول هم بهتون گفتم حالا این قسمت میخوام اینجا رو تموم کنیم و تو پارتای بعدی این گزینه ها رو کلی اینجا گزینه هست که میخوام بهتون بگم حالا بهتون بعدم میگم سریع کار رو شروع کنیم اینجا قسمت ویوه ویو کلن بخش ظاهری پلیلیست شماست کلن روش حساس نباشید که حتما این گزینه ها رو یاد بگیرید چون ویو دیگه محیط کارتون دیگه مثلا این بخش اینجوریه که باید اون اول یه سری تست هایی به روش بکنید که اون حالت مطلوب و دلپذیر خودتون اینجا باشه بعد همین میمونه دیگه کار خاصی باشه خب از اینجا که شروع کنیم کنترل آلت جی تازه شورتکات هم براش گذاشتم شورتکات میگه گرید همین گرید ها که بهتون توضیح داده بودم گرید کالر رنگ اینا رو عوض میکنم یه پنجره رنگ براتون باز میشه و اینجا یه سری در روی پنجره رنگ بگم این قفل رو میبینید اینجا ها میبینید سیاهه من اینجا کلینگ کنم فقط اینجا این قفل رو که باز کنید همه یه رنگ رو دارید رنگ های جیغتر هم بهتون میده و مثلا چه میدونم اینجا میایم بنفش میده بنفش میشه اینورت کالر ببینید اینجا رنگ گرید هاتون سیاهه این رو بزنید سفید میشه هم گزینه بعدی ترک سپریشن نمیدونم این چیزی لاین گرید ترکتون رو حذف میکنه این لاین گرید ها من میذارم باشه دیگه چون بفهمید ترک دیگه چیه دیگه مثلا اینجا چند تا پترن بذارم شما نمیدونید این تو نگاه اول نمیتونید بفهمید این برای چه ترکیه اگه گریتا بودن خیلی راحت میشه تشخیص داد ولی الان باید چشمی و یا با موس اینجوری ببینیم تو پترن چه پترن تو ترک کدوم ترکیه گزینه چرتی میذاریم باش این تایم این گزینه این چیه این میبینید من رنگ دیگه بذارم که قشنگ متوجه بشید ببینید از اینجا تا اینجا توی پلیلیست اینجا ها یه رنگ سفیدتریه نسبت به اینجا ها ببینید این پتر که میذارم اینجا با رنگ این پتر که میارم اینجا محیطش فرق داره و این چجوری تقسیم بندی شده چهار بار حالا شما میتونید اینجا تغییرش بدید مثلا بذارید چنان یک بار اینجا الان یه بار تغییر میکنه اینجا میتونید تغییر بدید بستگی به ریتم پروژهتون داره دیگه چون تو ایرانیم و چهار چهارم بابه ما رو چهار بار میزنیم دیگه قطعا و بدونیم ضربم کجا تمام میشه کیپ لیبل آن اسکرین اینو واقعا من نمیدونم فرقش چیه ویو دیگه بخش ظاهریه وقتی بخش ظاهری هیچ تغییری نکنه چرا تو ویوه نه حتما یه تغییری ایجاد میکنه که گذاشتن دیگه نمیدونم تست کنید بفهمید بهین کلیم همچین چیزی ببینید این پترن رو عوض میکنه یعنی توی پترن تغییر ایجاد میکنه
رنگ پترن رو میبینید، این توش سیاه. من میتونم بیام اینجا تو گزینش و رنگش مثلا چنان تغییر بدم، اینجوری میشه مثلا یه حاله های سفیدی از بالا پایینش میدم و حتی میتونم بذارمش رو نان، یعنی هیچ چیزی نباشه، مثلا ناتینگ، هیچ رنگی نباشه. گزینه بعدی شادوه. شادو چیه؟ واقعا چرت ترین بخشه که میتونستم بذارم. خیلی مثلا چرا این آپشن رو اضافه کردم من نمیدونم. ببینید اینجا تصویر رو زوم میکنم تا بهتر متوجه شید. اینجا دور این یک حاله شادویی داره، مثلا شادو است، سایه است، این حاله سیاه سایه است. میتونید بیاید اینجا این شادو رو حذف کنید و سایه میره. خب حالا چی کار کنم؟ بریم بخش بعدی. بخش بعدی ریسایز و ترک. یعنی چی؟ این اندازه ترکتون میتونی تغییر بدید. توی ویدیو قبلی هم گفت اگه بخواید زوم و این چیزا رو دستکاری کنید باید یا کنترل یا آلت رو نگه دارید و اسکرول موس رو تکون بدید. حالا چه شکلی؟ کنترل نگه دارم اسکرول کنم کل پلیلیست هم اینجوری باز میشه، ولی اگه آلت رو نگه دارم این شکلی کنم ترک هم اینجوری بسته میشه و همیتونی اینجوری باز کنیم بسته کنیم. حالا اینجا یه سایز های چیز داره، یه همون دیفالت اینجا مثلا 100% بذاری. چرا تغییر نکرد؟ هم 100% بودیم تغییر نکردش، مثلا 33% این شکلی و چیزایی دیم. هاید طولانیه نمیدیم. ببینید اینجا یه بخشیه که بعداً بهش میرسیم، تو اینجا این گزینه هاست. وقتی من این ترک رو اینجا یه تیکی داره گروپ بیچ ابو ترک اینو بزنم، ببینید این یه فلشی میاد، این میره زیر این. وقتی من جمعش میکنم ببینید یه حاله اینجا هست، یه نوار کوچیکی اینجا هست. وقتی مثلا بخواید این نباشه میتونید بیاید اینجا و بزنید هاید، یه گزینه چرت و پرت هم براتون میاره، میزنید یس این میره و اون نواره دیگه نیست. من پیشنهاد میکنم باشه. برای چی باشه؟ چون نشون میده دیگه چند لایه اینجا، چند لایه دارید زیرش و میتونید ببینید مثلا اوتومیشن هاشون رو بیاید اینجا دستکاری کنید بزنید باسه. بخش بعدی، بخش بعدی هم نمیدونم چه واقعا. گزینه بعدی اینه ترموس پرفیکس، همچی چیزی، تایم ایندیکتور، اینه این نوار تایم پلیلیست همه. اگه تیکش برداشته بشه این شکلیه که اصلا من پیشنهاد نمی کنم بهتون این کار کنید، چون نکنید این پلی میشه اینجا میمونه بعد میره گزینه بذارید. چه پلی نمیشه؟ حالا بگذار، این پلی میشه این شکلیه، این تپ تپ میاد جلو این شکلی پلی میشه. ولی اگه این فعال باشه که به صورت دیفالت هم همینه، اینجوری این نواره سبز میشه و همینجوری یک نواخت میره و میدونید کجا و چی داره پلی میشه. گزینه ها بعدش هم واقعا من نمیفهمم اینا چی هم. هر کاری کردم نفهمیدم. و این چیه؟ این مینی پلیلیست اینه، این چیزی نواره که هست میتونید پلیلیستتون رو به حالت کوچیکتر ببینید، این همونه. میتونید تو ظاهرش مثلا دستکاری کنید، ظاهرش رو مثلا بزرگترش میتونید بکنید یا این کار کنید که پلیلیستتون رو کوچولو اونجا نمایش نده، که من پیشنهاد نمی کنم بهتون این شکلی بشه. این شکلی منظورمه، پلیلیستتون اینجا نمایش داده نمیشه. مثلا من اینجا پلیلیست بذارم، پترن بذارم، اینجا بیام این روشن کنم، ببینید پترن همون اینجا نمایش میده، ولی تو اگه تیکش اونجا فعال نمیشه نمایش نمیده. ریموف بکگراند، بله این نمیدونم چیکار میکنه، از اسمش معلومه که بکگراند رو ریموو میکنه همچین چیزی. فکر کنم مثلا اینجا بکگراند داشته باشیم، از این کار بذارید بکگراند بذارم. این چجوری بکگراند میذارم؟ اینجا توی اولین ویدیو یوتیوب بهتون آموزشش رو دادم، لینکش این بالا میاد، میتونید برید نگاه کنید. اینجا بکگراند میزنید، اینجا ست ایمیج میزنید، ایمیجشو میاره. بچه من مثلا اینو بزنیم، یا قبل فضل این خوب، مثلا اینجا بزنیم یا اینجا، بله ریمو بکگان نداره، نمیرم واقعا بشه در میخواد. بخش بعدی اسنپ. اسنپ این بالا بود، توی ویدیو قبلی توضیح دادمش. خب از اسنپ میذاریم سلکت. سلکت واقعا چیز بی خود که بی خود نیست، بی خود برای ما این هستش که اینا رو بلدیم. اگه ویدیو پیانو رولو دیدید
دو تا ویدیو دارید ببینید. اینجا سلکش دوبلیکیت دارید. دوبلیکیت چیه؟ نه دوبلیکیت نبود، یه چیز دیگه بود. دوبلیکیت نیست. این چیه؟ اینجا اگه سلکت کنیم، کنترل دی رو بزنیم، بله این کار میکنه. مثلا من تایم راوندم رو سلکت کردم، میخوام آن سلکت کنم. اگه وسط باشه واقعا یه درگیری خیلی وحشتناکیه. مثلا اسنپتون رو نان باشه دیگه افتضاحه. اسنپتون رو نان باشه این خیلی آروم حرکت میکنه. بعد میخواد برسونید اینجا، نشد. زندگیت به آخر میرسه خلاصه اینجا برسی به این. ولی خیلی راحت کنترل دی رو میزنی، راحت حذف میشه. سلکت آل کنترل ای، مثلا من چند تا پترن دارم، میخوام همه ای پترنامو سلکت کنم، کنترل ای رو میزنم. کنترل ای رو بزنی تایم راندشون هم سلکت میکنم. بخش بعدی سلکت بای سلکتد سورس چیه؟ شیفت سی. آهان آهان این باله. مثلا من پترن دو دارم اینجا میزنم. ببینید پترن های دو هم اینجاست. پترن رو پترن دو یه دونش رو سلکت میکنم، بعد شیفت سی رو میزنم، تمام پترن های دوم رو سلکت میکنم. ببینید اینجا میزنم شیفت سی، مثلا سلکت میکنم. مثلا میخوام پترن اول هم سلکت شه، میام اینجا شیفت سی رو میزنم. آهان وای خیلی اشتباه گفتم. ببینید این پنجره که این بغله هست یا اینجا زده دو اینا، رو اون پترن باشید سلکت میکنم. مثلا من میام رو پترن یک شیف سی رو بزنم، اونو سلکت میکنم. بیام مثلا تو پترن 24 کنترل سی بزنم، هیچ رو سلکت نمیکنم چون ندارم. مثلا بیام اینجا اینو فقط سلکت میکنم. سلکت میوت خیلی واضحه که میوت ها رو سلکت میکنم. و اینجا بریم سلکت میوت بزنم، اون میوتی که میوت کردیم سلکت میشه. گزینه یه بعدی چی کار میکنه؟ اینورت سلکت. اینورت سلکت چیه؟ مثلا من چند تا پترن دارم، کلی پترن مثلا اینجا دارم، میام اینو این مثلا اینجاها رو سلکت میکنم، بعد میام اینجا اینورت سلکت رو میزنم. اینورت سلکت چیه؟ اینورت دیگه رو اسمش مشخصه که چیزایی که سلکت نیستن رو سلکت میکنم. اینجا همین چیزی که سلکت نبودن رو سلکت کرد. سلکت تایم راوند سلکشن کنترل اینتر. مثلا من این دوتا پترن رو سلکت میکنم، کنترل اسپیس اینتر رو که بزنم، جایی که این دوتا پترن وجود دارن سر و تهش رو پیدا میکنه، تایم راوندشون هم سلکت میکنه. این دوتا گزینه حتما باید تایم راوندتون سلکت بشه که تا بیاد. سلکت پرشن تایم این چیکار میکنه؟ مثلا من سه بار رو سلکت کردم، نه دوتا بار رو، بعد میخوام دوتا بار بعدی رو سلکت کنم تو تایم راوند. کنترل نگه میدارم، اروهای چپ و راست میبینم، اینجا میاد اینجا اینجوری سلکت میشه به همین راحتی. گزینه بعدش راست، مثلا کنترل اروه راست رو بزنی میره راست، اروه چپ رو بزنی. و این من اینو یادم رفت پیانو رول بگم، واقعا عذر میخوام. اینجا میگم گزینه ناناز این به جا بود، این خیلی باحاله، من باش خیلی حال میکنم. ماجیک لاسو این فعال باشه یعنی پتر، وقتی میخوای سلکتش کنی چیکار میکنی؟ کنترل نگه میدونی اینجوری میکنی. ولی من میگم نه، یک دستی من این کار انجام میدم. چه شکلی؟ دست بالا، موسمو بین این پتر نمیچرخونم. الان میخواد زایم میکنه. آه خیلی باحاله این، مینم به کار نمیاد ولی باحاله. گروپ چیه؟ پیانو رول هم بود دیگه. مثلا من میتونم این دوتا پترن رو گروپ کنم، یه دونه پترن بشه اینجوری، یا آن گروپ نمیشد فکر کنم چون سر جاشون نیستن. اینو گروپ میکنیم. اوه من دارم اشتباه میزنم، مثلا مشنگ بازی همه دیگه. میام اینجا شیفت جی، آها اینجا گروپ شد. هر جا تکون بدیم با هم تکون میخوره. ولی اگه بخواید آن گروپ کنید آلت جی آن گروپ شد. بخش گروپ هم تموم شد. زوم واقعا چرته. میتونید برید خودتون گزینه هاشو چک کنید. من دوتا زوم رو گفتم دیگه، یا کنترل هم دارید اسکرول میکنید
چیز پلیلیستتون رو کوچیک بزرگ میکنه، آلت رو نگه دارید اسکرول کنید، ترک هاتون رو کوچیک بزرگ میکنه و یه چیز دیگه. کنترل نگه دارید، راست کلیک کنید، علامت زوم میاد، بعد میتونید اینجا سلیک کنید، همونجا سلیک میشه براتون و یه بار دیگه که اینو بزنید برمیگرده. مثلا اینجا کنترل نگه میدارم، میخوام این پترن رو ببینم، بغلش کنترل نگه میدارم، راست کلیک میکنم، حتی درست نشد اینجا، خود زاگم میکنم اینجوری میشه. بعد میخوام برگردم به حالت قبلی، دوباره همون کار رو تکرار میکنم، برمیگرد به حالت قبلی و میتونید برید دستکاری کنید اونو بفهمید زوم واقعا چیکار میکنه با زیراش. یه ذری سریعتر این بخش رو میگم که سریعتر تموم کنید. تایم مارکر یه ویدیوی جدا قراره ضبط کنم براش، چون یک مبحث جداه. پیکر پنل اینجایی که پترنامونو به نمایش میذاره، مثلا میتونم بذارم پترن 1 پترن 3 مثلا اینجور جا به جا کنم، به این میگم پیکر پنل. حالا یه تنظیمات خاصی هم داره، مثلا میتونید ببرید کلن بره مثلا گم و گور شه، یا بعدی شوان رایت سایت میاد اینجا، اینا سایزشونن و میتونید از اینجا سایزش رو تغییر بدید. ببینید اینو ببرید این ور، ببرید این ور، این بیل بیله که مربعه، ببینید اینجاست، اینجوری. تو پیانو رول هم اینو داشتیم، اینجاست. سلیکت شرط پرتی دیگه، خدایی شرط پرتی، سلیکت فلان، سلیکت فون، پلیلیت، شنل، رک، این مثلا میتونید فعال بشه، اینو اینجوری کنی مثلا سلیکت میشه تو پلیلیست. دیگه چی میخوام سریعتر رد شم اینا، چرت و پرت. شو ایمپورتینگ پترن، آهان این خیلی چرته، فرا چرت هستن. این چیکار میکنه؟ این پترن هایی که نیستن، وجود خارجی ندارن رو به نمایش میذاره و 999 تا پترن داره. ری چی؟ نمیدونم. اوتو گروپ پترن چنلز میگه به طور خودکار پترن ها رو که مثلا من میگم گروپ کن و اینجور. این بخش اینه، ببینید اینجا سه تا گزینه هست، برید اونجا بزنید میاره تو آدیو و اوتومیشن کلیپ. ببینید اینجا پترنه، من یک آدیو هم بیارم اینجا، مثلا این آدیو اینجاست و این تو این بخش آدیو، تو بخش آدیو اضافه شد، اینجا پترن، اینجا آدیو، اینجا اوتومیشن. بذارید یه اوتومیشن هم بگیرم، اینجا هم اوتومیشن هم و این چه تا بخش میتونید برید و چیزایی مد نظرتون رو سلیکت کنید. سورت چیه؟ مثلا میگنه سورت پلیلی، مثلا پترن، میتونید بر حسب رنگ پترناتون رو سورت کنید، بر حسب آدیو، مثلا تو آدیو بر حسب نیم رنگ، میکس ترک نامبر، یعنی آدیوهایی که به میکسر دادید طبق اون نامبرهایی که به دادید به اونجا میتونه سورس کنه. اوتومیشن هم مثل پترنز نیم و کالر. یه چیزی هم بگم، اینو قاعدتا باید بدونید دیگه، فلش قرمز رو میبینید اینجا، روی هر پترنی که باشه چپ کلیک کنید روی پترن، همون پترنی که سلیکت شده اون فلش قرمز هست میاد اینجا. ببینید پترن 14 اینجا، بزنم اینجا پترن 14 میاد، پترن 1 باشه پترن 1 میاد، پس اینو مد نظر داشته باشید. اینجا دقیقا اینو آوردن اینجا، ببینید اینجا رو بزنید میتونید بین صداتون انتخاب کنید، پترناتون انتخاب کنید، اتوماسیوناتون که انتخاب کنید، اینو آوردن اینجا. و این چرترین گزینه با اختلاف اینجا هستش، میم اینجا اینو میزنی میاد اول. دیتاش هم که دیتاش دیگه بزرگ میشه و اگه اینجا داش کوچیک شو یه لحظه اینجا هم کوچیک بشه، دیتاش رو که بهتون توضیح دارم دیگه. مثلا من اینجا کلیک کنم این نمیره مثلا پایین، مثلا بیام اینجا کلیک کنم نمیره پایین، مثلا من چنلک رو اینجا دارم، من چنلک رو دیتاش نکردم، ببینید اینجا دیتاشه، اگه کلیک کنم رو پیانو رول چنلک میره پشت پیانو رول، ببینید این پشت، ولی اگه دیتاش کنم میگیم این اولین پنجره باشه که همیشه بازه،
و همیشه اولین پنجره که بازی می‌شخص. به نظرم برای این ویدیو کافیه، این بخش رو تموم کردیم. تو پارت بعدی تکمیلش می‌کنیم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو هم رو من بودید. این گزینه ها دست کم نگیرید، من اینجا شوخی میکنم برای اینکه شما یه ذره جذاب‌تر بشه ویدیو شما ببینید، ویدیو رو تماشا کنید، ولی جدی بگیریدشون، برید تست کنید و ببینید چی کار میکنن. مثل من نباشید بخندید رد چی باشه. و حرفی دیگه نمیمونه، حتما لایک و سابسکرایب و زنگوله برایش هم بزنید. این ویدیو رو اگه خواستید شیر کنید. دمتون گرم، یک کامنت هم بذارید، حساباتون نریزه. میکروب هستم، تا ویدیوی بعدی خدا بسید.